ادای احترام همه آنها که به آرامش و صلح جهانی احترام میگذارند، احترام همه آنها نثار جرالد فورد رئیس جمهوری آمریکا که در زمان او هم جنگ ویتنام پایان یافت. بله، پی میگیریم ساعت 7 تفسیر خبر رو در ستایش و گرامی داشته مردی دیگر که برای نجات جان انسانها کوشید، عبدالحسین سردار. آقای فرهاد سپهبدی با درود به شما در آریزونا. ذکر خیر شد از آقای انوشیروان سپهبدی، سفیر وقت ایران در فرانسه در جریان جنگ دوم جهانی، پدر شما. شما در اون زمان چه می کردید؟ خاطره ای دارید؟ نخستین باری که سرداری رو دیدید و به یاد دارید کی بود جناب سپهبدی؟ والا اولین باری که دایی عزیزم عبدالحسین سرداری را دیدم خیال میکنم خیلی خیلی بچه بودم، لابد یک سال بیشتر نداشتم و ایشون هم به ما یه هدیه داد که هنوز این هدیه رو دارم، یه گربه کوچیکی است که اسباب بازیه و این هر جایی که رفتم این گربه اسباب بازی همراه من بود و هنوزم هست، در یه جایی گذاشتم و هر وقت میبینمش این به یاد داییم میافتم. البته زمان جنگ خیلی جوان بودم، در 12-11 سالم بود اینا و این خاطرات خیلی بدی دارم از هرچه جنگ و هرچه آشوبه. در فرانسه بودیم اون موقع که فرانسوی‌ها جنگ رو باختن و مجبور به ترک پاریس شدیم و رفتیم به شهر ویشی همراه با دولت فرانسه و یادم هست که یه اتومبیلی داشتیم، اتومبیل سفارت بود، یه بیوک سیاه بود، سیاه رنگی، و همینطور تو این جاده ها که می رفتیم آوارگان رو می دیدیم با دوچرخه، با اسب، با قاطر، با هر چی هست داشتن فرار می کردن و به ما می گفتن، داد می زدن که تمام این چیزا تقصیر خارجی هست و اینا و بلان. خلاصه به ویشی رسیدیم و در اونجا مدتی بودیم تا اینکه پدرم شد سفیر در آنکارا ترکیه و بعد از اینکه فرانسه رو ترک کردیم دوباره رفتیم به پاریس و اونجا دیدم اون شهر زیبای پاریس که انقدر دوستش داشتم و مدرسه در اونجا می رفتم، همینطور اشغاله و آلمانیا از این شانزلیزه رد می شدن و اینا و فاتح بودن و فرانسوی ها بیچاره ها همینجور گریه می کردن تو کوچه ها و من به این و به رای العین دیدم. و پس از این که اسبابامون رو جمع کردیم از سفارت، سرداری هم اونجا بود و اینا، خداحافظی کردیم و رفتیم دوباره به ویشی. یه لسه پسه داشتیم که آلمانا به ما داده بودن و اینا رفتیم. شما راست میگین، آقای سرداری خیلی مهمون نواز بودن، خیلی آدم دوست بودن، حرفه های دیگه هم داشته، عکاس درجه یک بود در پاریس، یه استودیو داشت. بله، ما الان تصویر آقای سرداری رو با آقای انوشیروان سپهبدی پدر شما روی صفحه داشتیم. بله 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 بله، اون واقعا این چیزا برای من خیلی دردناکه، برای این که خیال میکنم که بنی آدم همونطوری که سعدی گفته بنی آدم اعضای یک دیگرن و باید فقط دوستی و صلح و این چیزا رو بخوام. از خودم به عنوان دیپلمات از هرچه جنگ، هرچه آشوب، بعدم میاد خیلی بالاخره. و البته در اون موقع ملاک عملمون بیشتر شباهت داشت به
دنیای پیشرفته و اینا به. که خودم طرفدار گفتگوی تمدن ها هستم واقعا، برای اینکه بجز از این طریق، از طریق دیالوگ و سیویلایزیشن به جایی نخواهیم رسید. بله، این نکته ایست که حتما در باره صحبت میکنیم. آقای فرهاد سپهبودی در آریزونا، آقای ناصر محمدی در لندن، با درود به شما. اشاره کردن آقای سپهبودی به گفتگوی تمدن‌ها، موضوعی که پیش از انقلاب هم مطرح بود، گام‌هایی در راهش برداشته شده بود و بعد از انقلاب هم اسلامی محمد خاتمی رئیس جمهور